This is IRTV, the Iranian television program. سلام به شما دوستان عزیز و همینطور شما همراهان و بینندگان همیشگی ما در شبکه اینترنت. امیدوارم که همگی شادمان و تندرست باشید. هفته گذشته خبر مربوط به درخواست جمهوری اسلامی از سازمان ملل متحد برای عضویت در شورای حقوق بشر این سازمان برای من و احتمالاً بسیاری از شما آزاردهنده بود. چرا که حتی شنیدن و مترادف دیدن نام جمهوری اسلامی با نام شورای حقوق بشر سازمان ملل هر آدم عاقل و بالغی رو در این زمان دچار حیرت و عصبانیت میکنه. به هر صورت پخش این خبر موجب شد تا اقدامات موثری در این سو و آن سو صورت بگیره و همونطور که حتما شنیدید کمیته بین المللی حقوق بشر در ایران و خانم شیرین عبادی با هوشیاری تمام عکس العمل به موقعی از خود نشان دادن. خانم عبادی با نوشتن نامه‌ای به آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد به تفصیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران رو به ایشان یادآور شد. به خصوص اعمال خشونتبار رژیم رو علیه مردم ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال پیش و از دبیر کل خواست تا با درخواست عضویت رژیم تهران در شورای حقوق بشر مخالفت بکنه. اما هنوز جوهر نامه خانم عبادی خشک نشده بود که جمعه این هفته خوشبختانه جمهوری اسلامی مجبور شد تا جلسه هیئت نمایندگان گروه آسیا در ژنو اعلام کنه که درخواست خودش رو در این مورد پس گرفته است. چرا؟ چون اولا به خوبی می داند که با افشاگری های فعالان و سازمان های مدافع حقوق بشر در ایران و جهان به طور حتم رأی کافی رو در مجمع عمومی برای عضویت خودش به دست نخواهد آورد و دوم این که حتی در صورت پذیرش درخواست رژیم تهران شرایط بیشتر به ضرر اون تمام خواهد شد، چون در آن صورت جامعه بین الملل بار دیگه فرصت خواهد یافت تا پرونده قطور، سیاه و مستند نقض اسفبار حقوق بشر در ایران و زندانهای مخوف آن را دوباره بکشاید و ورق بزند. با ما و همراه ما باشید. تلویزیون ایرانیان گزارش می‌دهد. به دنبال اعتراض شیرین عبادی، جمهوری اسلامی از تقاضای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل صرف نظر کرد. وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را اشغالگر نامید. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام داشت که چین در اعمال تحریم علیه ایران همکاری می‌کند. آیت الله های ایران بدحجابی را عامل وقوع زلزله دانستند. مجموعه کوتاهی از خبرهای یک هفته اخیر ایران و همراه خبرهای محلی لس‌آنجلس و تفسیر سیاسی دکتر نوری‌زاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان.